باورتون میشه سیستم امنیتی کاگبه تو حدود 10 سال نزدیک به 10 میلیون نفر رو کشته باشه؟ سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم عالی باشه. توی این ویدیو میخوام در مورد یکی از عجیب غریب ترین سیستم های امنیتی کل دنیا صحبت بکنیم. کاگبه یک جاهای خیلی خیلی ترسناک و پیچیده، پر از رمز و راز و دانستنی باحال. امیدوارم 10 موردی که توی این ویدیو بررسی میکنیم رو بتونید تماشا بکنید تا اینکه ازش لذت ببرید. اگر دوست دارید کلی دانستنی دیگه یاد بگیرید توی مسائل مختلف، این پایین میتونید سابسکرایب بکنید، خانواده ما رو کوچولو بزرگتر و البته باعشق‌تر بکنید. سفر بکنیم به تاریخ توی روسیه و اتفاقات جالب و دانستنی های کاگبه. اولین نکته خیلی خیلی جالب در مورد این سرویس امنیتی، تعداد عجیب غریب مأمورینش هستش. اول اینکه توی سال 1954 شروع به کار کرده و تا سال 1991 هم فعال بوده، حالا بعد از اون منحل میشه. در کنار میگن توی اون دوره‌ای که فعال بوده در حدود 480 هزار تا مأمور زبده داشته، عدد خیلی خیلی بزرگه و در مقایسه با سرویس‌های امنیتی دیگه‌ای که اون موقع فعال بودن میگن بزرگترین سیستم امنیتی کل دنیا بوده. دومین دانستنی خیلی خیلی جالب در مورد این سرویس امنیتی خیلی ترسناک، اشراف امنیتی عجیب غریبش هست. میگن توی دوران جنگ جهانی دوم یکی از برگ‌های برنده‌ای که روسی‌ها داشتن در نسبت به مثلا آمریکایی‌ها همین اشراف اطلاعاتی بوده و توی تمامی شهرهایی که حالت حیاتی داشته داخل آمریکا این مامورین کاگبه فعال بودن. عدد خیلی خیلی عجیب غریبیه اینکه شما بتونی توی تمامی شهرهایی که مثلا حالت دشمنت هست سیستم امنیتی فعالیت بکنه. سومین دانستنی خیلی خیلی جالب در مورد این سیستم امنیتی، یک جمله هست که اولین فرمانده CIA گفته در مورد کاگبه، جمله خیلی خیلی عجیب غریب و باحالیه. گفته که کاگبه سرویس امنیتی نیست و تقریبا فراتر از یک سیستم امنیتی میتونه فعالیت بکنه و توانایی عجیب غریب و پیچیده توی به هم ریختن حکومت یک کشور داره. اینکه یک چنین فرد متخصصی یک چنین نظری داشته باشه نکته خیلی عجیبیه. رسیدیم نکته چهارم. توی سال 1991 که این سیستم امنیتی منحل میشه، آقای بوریس یلسین یک سیستم امنیتی دیگه رو پیشنهاد میده با عنوان FSB. البته خیلی ها معتقدن که صرفا اسمش تغییر کرده و طبق همون روال کار میکنه، با اینش کاری ندارم. میگن توی کشور بلاروس هنوز هم کاگبه با همون سیستم قبلیش وجود داره و حتی اسمش هم تغییر نکرده. پنجمین نکته خیلی خیلی عجیب غریب در مورد مأمورین این سیستم امنیتی هستش. میگن توی حوزه نظامی، تکنولوژی و تحقیق در مورد هر مسئله‌ای توانایی عجیب غریبی داشتن و تقریبا یک حالت همه فن حریف داشتن، حالا بغیر از این حالت نظامیشون، چون کلن سیستم کاگبه از ارتش کشور روسیه جدا بوده و کلن یک مسیر متفاوتی رو طی کرده. ششمین نکته خیلی خیلی ترسناک در مورد مأمورین کاگبه اینه که هیچ وقت به دادگاه برده نشدن. اغلب اوقات یک سری کارها اتفاق میافتاد که مثلا یک ضرری به مردم میرسید، اما یک حالت مسئولیتی داشتن این مأمورین کاگبه و هرگز بابت کارهایی که انجام میدادن مثلا دادگاهی نمیشدن و این شرایط رو خیلی راحت میکرد براشون که بتونن کارهای بسیار بسیار ترسناکی انجام بدن. رسیدیم نکته هفتم، نکته که اول ویدیو بهش اشاره کردم، در مورد اینکه یک سیستم امنیتی قبل از کاگبه فعال بوده با یک اسم دیگه، با اینش کاری ندارم. میگن توی سال 1930 تا سال 1940 نزدیک به 10 میلیون نفر رو به قتل رسونده این سیستم امنیتی، عدد خیلی خیلی عجیب غریبی. البته در کنار اون میگن تعداد خیلی خیلی زیادی رو هم به اردوگاه کار اجباری و از اون طرف به زندان فرستاده. کلن سیستم امنیتی خیلی خیلی ترسناکیه. در کنار اون یکی از متخصصین این حوزه یک نظری داده بود در مورد مقایسه CIA و کاگبه توی حالا اون دوران. گفته بود شاید افرادی که توی CIA کار میکردن ابزار پیشرفته تری داشتن، یعنی تکنولوژی قوی تری داشتن، اما از نظر نیروی انسانی و تجربه‌ای که کاگبه داشتن واقعا قدرت کاگبه خیلی خیلی عجیب غریب تر بوده و حتی میچربیده به اون تکنولوژی پیشرفته‌ای که توی آمریکا وجود داشته. نکته هشتمی که خیلی خیلی باز هم میتونه ترسناک باشه، تو قسمت‌های قبلی گفتم که افراد کاگبه کلن دادگاهی نمیشدن، در کنار اون میگن تنها هدفی هم که دنبال میکردن شناسایی و از بین بردن تمامی فعالیت‌های ضد کمونیستی بوده و جنایات خیلی خیلی عجیب غریب و ترسناکی هم انجام دادن توی این حالا دوران فعالیتشون. در مورد این حرف نمیزنم، شاید یه دونه ویدیو در مورد این که تقریبا چه کاری کردن داشته باشیم در آینده.
رسیدیم به نکته نهم. تو قسمت‌های قبلی گفتم کاگبه یک چیزی ورای یک سیستم امنیتی بوده، در کنار کار امنیتی جاسوسی و ضد جاسوسی که انجام میدادن، کاری با ایناش ندارم. میگن روی تمامی قسمت‌های ارتش روسیه هم سیستم کاگبه اشراف داشته و حتی یک جاهای کارشون رو تحلیل و بررسی میکرده. در کنار این میگن امنیت افراد سیاسی اون دوره کشور روسیه هم دست همین سیستم کاگبه بوده و تقریبا کارهای خیلی خیلی عجیب غریبی هم انجام میدادن. آخرین نکته‌ای که بررسی میکنیم در مورد افرادی که توی کاگبه باز فعالیت داشتن، حالت تغییر هویتی بوده که میتونستن انجام بدن. یعنی یکی از عجیب‌ترین ویژگی‌هایی که مأمورین سیستم کاگبه داشتن همین تغییر هویتشون بوده. به روزنامه‌نگار یا مثلا دیپلمات یا حالا هر شغلی که بتونید تصورش رو بکنید میتونستن تغییر هویت بدن و خیلی خیلی خوب هم از پس این کار برمی اومدن. البته این رو هم باید اضافه کرد که مدت طولانی آموزش و دوره میدیدن تا بتونن این کارها رو انجام بدن. خب شرایط خیلی خیلی سختی هم داشته. این بود 10 تا نکته خیلی خیلی جالب در مورد سیستم امنیتی بسیار بسیار باحال کاگبه. امیدوارم تا آخر تماشا کرده باشید و اینکه ازش لذت برده باشید. اگر اینطور است لایک بخونید، تو واسه کامنت هم اگر ایده‌ای برای ساخت ویدیو داشتید حتما برام بنویسید. اگر دوست دارید کلی دانستنی دیگه یاد بگیرید توی مسائل مختلف، این پایین میتونید سابسکرایب بکنید، خانواده ما رو بچورو بزرگتر و البته با عشق‌تر بکنید. امیدوارم همیشه در زندگی خلاق و از انرژی مثبت کلی حال خوب و عشق باشید. این دو تا ویدیو رو از دست ندید. خدا نگهدارتون.